شفافیت چیست؟ چرا شفافیت؟ اتفاقای زیادی توی جامعه هست که میتونه باعث بشه مردم و مسئولین از همدیگه دور بشن و همدلیشون تحلیل بره. مثل عمل نکردن به وعده ها و اختلاس های نجومی، عدم ثبات توی جامعه و بازار و موارد دیگه‌ای که تقریبا همه باهاش آشنا هستیم. اما خب واقعا مشکل کجاست؟ چجوری میشه این وضعیت رو تغییر داد؟ تا حالا از خودتون پرسیدین چرا هر کسی که به عنوان نماینده مردم انتخاب میشه اولش با حرف و وعده خوب پیش میاد اما موقع عمل کردش هیچ کاری رو از پیش نمیبره؟ و ما حتی نمیدونیم که نماینده منتخبمون در موارد مختلف چه موضعی داشته و چه رأیی داده، حقوق دریافتیش چقدره و هدایایی که میگیره رو صرف چه چیزایی میکنه، آیا اصلا همه جلسات رو شرکت میکنه یا کلی غیبت داره، و سوالای خیلی زیاد دیگه‌ای که همیشه همراهمون هست و هیچ وقتم جواب درستش رو پیدا نمی‌کنیم. سرنخ گم شده این قضیه یک کلمه است: شفافیت. شفافیت توی مسائل مختلف جامعه بهمون کمک می‌کنه تا نرخ فساد توی کشور پایین‌تر بیاد و کمتر شدن فساد یه زندگی بهتر رو برای همه مردم اون جامعه به وجود میاره. و این امر ابتدایی ترین و مهمترین حقوق مردم توی هر کشوریه. در واقع اگر جلوی فساد گرفته نشه، کسایی که فرصت انجام فساد رو پیدا کردن به بقیه این گرا رو میدن تا اونا هم این کار رو امتحان کنن و اینطوری میشه که کل جامعه به سمت نابودی میره. شفافیت مثل آبیه که میتونه ردپای فساد رو توی جامعه از بین ببره، چون وقتی که سایه نظارت مردمی بالای سر مسئولین باشه و همه مردم به طور کامل و شفاف در جریان جزئیات رفتارها، مواضع، عملکرد و سبک زندگی نماینده هاشون قرار بگیرن، هم انتخابهای بهتر و دقیق‌تری دارن و هم خیلی راحت‌تر و آگاهانه‌تر میتونن نمایندگی خودشون رو کنترل کنن. توی چند سال گذشته اتفاقی داخل مجلس افتاد که تعجب همه مردم رو در پی خودش داشته، مثل تصویب نشدن قانون مالیات برای خانه‌های خالی از سکنه یا عدم استیضاح وزرای ناکارآمد یا وضعیت حقوقا و مواردی از این دست که تعدادشون خیلی هم کم نیست. اگه شفافیت بود، نماینده های مجلس نمیتونستن به راحتی و در خفا رأی به ضرر مردم بدن، چون اگه این کارو میکردن مردم توانایی بازخواست اونا رو داشتن و در نهایت دستشون برای همه رو میشد. شفافیت باعث میشه به تعداد گوش ها و چشم های افراد جامعه نظارت ایجاد بشه. تو جهان 45% از فساد توسط مردم شناسایی میشه و فقط 10% به عهده نماینده های نظارتی. جالبه بدونین افرادی که مفسدین رو شناسایی کنن و تخلفاتشون رو گزارش بدن میتونن 20% از جریمه مفسد رو به عنوان هدیه دریافت کنن. اما خب چجوری میتونیم این شفافیت رو به دست بیاریم؟ باید بگیم که تنها راه رسیدن به شفافیت و ایدئال ترین چیزی که یه جامعه برای رشد میتونه داشته باشه اینه که مردم به صورت محکم و مستمر اون رو مطالبه کنن و از نماینده هاشون بخوان که تا تصویب نشدن قانون شفافیت رأی خودشون رو علنی کنن. این مطالبه گری بهترین راه برای مجاب کردن مجلس به شفاف کردن حضور و غیاب ها، آرا، موضع گیری ها و مسائل مالی منتخبین و مسئولین برای عموم مردمه. شفافیت قطعا جامعه بهتری رو برای زندگی ما به وجود میاره.